الان سر صورتم صفا میدم میام مامانی همین الان امیزم پایم که دخل جان این چیز آخره جانم تو رو هیچ از زمین ندن تماشا کنه تو رو باید از فضا تماشا کرد این اپالو 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 ببین این سفینه ماه داشت بعد جوری توش بردم تو رو خوز دیوانه های که زنگی باره کردم وای گلدون 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 فراموش کرده بودم گلدون چی هست؟ علامت اشغاله اشغال چی هست؟ اشغال نه اشغال ماما زل ما سه تا رفیق اینجا هست هر وقتی که از ما تو اتاق مشغول اشبازی هست گلدان پشت منجره هست یعنی اتاق اشغال هست فهمید؟ آره فهمید فهمید گربونو خندیدنه را رفتنه درست فرنگی منو بگیر که اومدم مردم با گربون تو برم الاخی بزر اینو چم خواهم منزل ما اینجاست بریم به آپارتمان بریم ببینم شیطون آپارتمان ترتمیز شیش هست چه جوره سفر آه گلدون بازم این گلدون لعنتی گلدون چی از این هیچی بریم یک قدم بزنیم اتاق اشغاله منزل ما اینجاست بریم با آپارتمان آپارتمان دنج هست آره خیلی خلوت و بیسر و صداست آدم وقتی سب کن ببینم بازم این گلدون لعنتی گلدون چی عزیزم ایچی بریم یه خود قدم بزنیم اتاق اشغاله پاشو برین عروس اگه باید جا بدین منزله و از من قربونت برم الاخی جان من بی خود تو نیا بچه ببینم نه کنی لبه تبخال نزنه دیگه جون چه خواهده که بابا من نداره بابا پیش بندازین دیگه دعوا نداره گرقم اینجا من که کور خوندم طرف پول دار که نیست هیچی یه چیزی هم داره تیغ زد مثل اینکه خدا برای ما نذاشته که زن پول دار عاشقمون بشه در هر حال شب تو کافه من میبینم تو فهمیدین یا تو نره پش بندازین خیلی 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 بریم از مرد بیان ناقلاهان این رفقای ما بریم که سر از من آخر از تو پش بنداز بینم امیدوارم امشب خوش بگذاره زمن یه عرض مختصری داشتم خانم خب بله پدرتون برام اجرایی صادر کرده که اینجا رو تخلیه کنم خواهش میکنم تمنا میکنم بهشون بفرمایین اینقدر به من فشار نیارن خودتون میدونین که من آدم شارلاتان نیستم مدتیه که کارم خوب کار نمیکنه در اولین فرصت بدهیتون رو میپردازم نسرین بی بابا بگو دیگه آخه تو که بابا رو میشناسی آدم یه دنده لجوجیه خیلی خوب اسکندر خان من خودم به بابام میگم خدا از بزرگی کمتون نکنه یک دنیا از شما ممنونم خب دیگه چیزی کم نداری نه سایتون کم باشه Yeah.
ازم قربونت هم تو میدونی که من حیرونت هم با همه حیکلم شاکرت هم من که بیشارت هم بیرونت هم آخه شرمی حیالی زن و بچه چی میشی بیرون دارونی داری تو میدونی چی میشی فقط همین سؤال تو بیگم آخه تشکر می کنم از تو باعث جلوی من زدی هرمون می کنم خواهش می کنم باید تو بگشتی بچه ها نادیا خوشگله بلیط بخت آزمایی برده بولدار شده چطور بگه؟ خوب ازش خواستگاری کنیم ما مگه چه هم بوده؟ صد ریال یعنی ده تومن دنگ خدا ما دنبال یه سن میلیونر می کردیم بچه ها امشب باید به صابونه پول بدیم بلا اساسیمونی میرزه تو گوشه ها چطور مگه؟ من امرو بهش قول دادم براش گول ببرم مخچه رو بی خودی بهش قول دادی؟ تو غلط کردی به صابونه قول دادی شما تا خرخرتون به من بدکارید از پول حالا حالا خبر نیست یالا خلوت کنی خلوت کنی خیلی خوب خلوت کنی خلوت کنی چخنگ بالاخره چیکار کنی؟ مگه نشنوتین چی گفت میگه خلوت کنی خلوت کنی خلوت کنی خلوت کنی پس چرا از کافی نمیان بیرون؟ نمیدونم ناشم شبت بخیر خدا حافظ جان چی میگی بریم دنبالشون؟ نه حالا دیر وقته خونهشونه که بلدیم آره. فردا صبح میریم جلوی خونهشون فعلا را بیافت بریم روز از نو روزی از نو بیبری من نمیام نمیام فایدهش چی آخه بابا چی داره میگی؟ ناامید نباش جوینده یابنده است تو این شهرزانه پولداری که بخواد به جوانه مثل ما شوهر کنن فراوونن بالاخره به تورمون میشونن بریم بابا یا نصیب یا قسمت اونا هاشم بذار یه خورده دورشن بعد بریم دنبال باشه بریم این کارا بی پایده است پسر جای حرف زدن دعا کن خدایا تا کی دنبال زن پولدار بگردیم آخه این چه زندگانی ما داریم برو پایین اینجا جای مناسبیه از پشت سر به ما میرسن برو چرخ و پنچر کن زود باش باش زود پشترم میرسم چی میشود اگه زن پولدار خواب هستم میشه حالا چجوری لاستیک رو عوض کنیم ما که بلد نیستیم عجب گرفتاری شد خیلی گرفتار شد بعد وقت بیانه آقایون خیلی معذرت میخوام لاستیک اتومبیلمون پنچر شده ممکنه البته که ممکنه چی؟ خانم جون اینا این کاره نیستن خونم پنجریده میگیرم قرونی شکلت هم میگیرم بله مادمازه شما بفرمایید تو اتومبیلتون نوکرمون ماشه نوکر بله ساکت باشه لطفا کلید از صندوق عقبتون بدید مرسی ببینم حالا که من نوکرت شدم آره خواهش میکنم من سوزو خیت نکن بگی صندوق عقب واکوس آره شاید اونا دخترای پولداری باشن که ما دنبالشون میگردیم پس رفاقت برای چی خوبه این تم بمیره رول نوکر ما رو بازی کن پنجره بگی بریم نمیفهمم چرا من همیشه باید رفاقت به خرج بدم آخه باشه مگه تو آپارتمان نیاین بلایی به سرتون بیارم که هست کنم پس شما ما رو میشناسین؟ تقریبا تقریبا یا تقریبا حالا اتاق اشغاله وقتی خواستیم بیاین خونه به ریشتون میخندم
تا اینجاش بد نشد، خدا کنه بقیهش هم جور در بیاد. شکل و قیافش که خیلی خوبه، خدا کنه بقیهش هم جور در بیاد. مثل که امروز شانس بهمون رو کرده، خدا کنه بقیهش هم جور در بیاد. خیلی رفته تو نخ من، معلومه از من خوشش اومده. خدا آپارتمان ما اینجاست. با قهوه موافقیم؟ البته که موافقیم. نادر بیا 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 با اجازه. چه؟ اونجا باز گلدون چطور به این زودی یکی رو به تور زد؟ والا منم نمیدونم، حالا میگه چیکار بکنیم؟ یه کلکی بزنیم بگیم قهوه نداریم. آره خیلی ببخشید خانم، ما تو منزل قهوه نداریم. خب چایی میخوریم. آخه چایی میدونین حالا بمونیم پشت در بیچاره. حالا اشکال سر چیه؟ آخه میدونی اون گلدون اون گلدونو میبینین؟ معنیش اینه که رفیقمون اونجا سنی آپارتمان. خیلی ساده است، از کجا معلوم که اون به شما کلک نزده باشه؟ کلک؟ آره شما ها قالش گذاشتین، اونم گلدونو الکی گذاشته پشت پرده. راست میگه یلاته آفرین بیچاره ها، کلک دومم الان میزنم، اونم با این کلی. به من میگن منصور نشخکش. جانمی منصور آهان کلی بزن اینجا. آهان جانمی کلی تو قفل، اگه مردین حالا در واقع کنی. یواش در موضوع باشه شما سب کنیم، من الان در باز میکنم. نو باشه ناجنس، کلی دو تو در گذاشته، در باز نمیشه. نگفتم بهتون کلک زدی؟ وای بی معرفت. منصور منصور زهر مار تنهایی؟ به کوری چشمتون آره. بچه رو در وا نمی کنی، وا کن. وا نمی کنم. به تو میگم وا کن. وا نمی کنم. بسه وا کن. وا نمی کنم. در رو میشکنم. نه نمیشکنی. مسخره بازی در نیار، در رو میشکنم. نه نمیشکنی. بشکن. من نمیشکنم. بشکن بشکن بشکنه بشکن. اینجا تهرونه بشکن، غیر فرابونه بشکن، حاجی تو تهرونه بشکن، بشکن بشکنه بشکن، بشکن بشکنه. منصور به تو میگم در رو واکو. بشکن وا نمی کنم. وا نمی کنم. وا نمی کنم. بشکن وا نمی کنم. مگه دستم بهت نرسه؟ هیچ غلطی هم نمیتونی بکنی. من رفتم بخوابم، برم وا نمی کنم تا جونتون در بیاد. وا کن. وا نمی کنم. بکب من نمی کنم. بشکن من نمی شکنم. بشکن من نمی شکنم. سب کنین الان من درست میکنم. آخه چه جوری؟ ببین اینطوری با سنجاق سر. با سنجاق سر دی چیکار؟ ببین من در واقعا نه بسا برو باشم در واقعا زور بگی خودی زور نزنی نه 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 خلاص کردم. چطوری در واقع کردی اومد اینجا؟ چطوری واقع کردی؟ اینجوری واقع کردی؟ نه 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 باشی حالا نوبتی هم باشه، نوبت ماست. بشکن بشکنه بشکن، من نمیشکنم. بشکن بشکن بشکن. الان داری میشکنم. آخ خدا مخم داره جیز. آخ بر اون جد آباتون لعنت. خیر خب الان بلایی به سرتون بیارم که خودتون حس کنین بیچاره بدبخت. اتاق رئیس کجا؟ دست واسه در دوم. خیلی خوب خیلی خوب. آه نه چرا نه؟ بیا در گوشت بگم. دی راست میگی؟ آره بیا در گوشت بگم. بگو بیا راست میگی؟ آره خداحافظ. خداحافظ. یه خودتون تسلیم. چی؟ گفتی عروسی؟ آره عروسی. چی؟ گفتی عروسی؟ آره عروسی.
فوراً صورت مجلس کنین که این دو تا رفیق ناکت من به چه حقی دخترهای مردم گول زدن اولن تو خونه من. بله نه این انصافه. نه والا نه بلا ما محکومیم تو خونه بشینیم تا خواستگار بیاد سراغمون، بعدم شب عروسی و هجله و ورود یه قول بیشا خودم به اسم داماد. نه این انصافه. نه والا نه بلا پدر ما میخواد ما رو اینطوری شوهر بده. دو تا پسرامو داریم سیبیل از بناگوش در رفته اما پول دار. نگاه کنی این عکسشونه، یکی از یکی بدترکیبتر و زشتر. ما محکومیم به امر پدرمون زن اونا بشیم، ولی ما تصمیم گرفتیم خودمون شوهر دلخواهمون رو انتخاب کنیم. الان دو ماه تمامه که دنبال شما بودیم، بقیه ماجرا هم که خودتون میدونین. حالا بگیم ببینم موافقی؟ با کمال میل. شماها برای ما همون دخترای شاه پریون هستین، هم فال هستین هم تماشا، هم پول دارین هم زیبا. چیه؟ کی میتونه باشه؟ کیه در میزنه؟ به نام قانون داره بکنیم پاسبانه. ای دودی بیده پاسبانه. پاسبانه واسه چی آورده؟ آره چی کار کنیم؟ شما برید اینجا قایم شما قایم شما چرا قایم شما که خلافی نکردیم؟ بفرمایید سرکار. خودشون هم سرکار. این آقا، اینم آقا، این دو دخترها هستن که خدمت ما عرض کردم. به من کلک میزنین؟ بله سرکار، همطور که خدمت ما عرض اجازه بدین آقا. ببخشین آقایون، شما با این خانم‌ها چه نسبتی دارین؟ وانا سرکار میدونی بخشت ما... من توضیح میدم. ما با این آقایون نامزد هستیم و قراره به زودی ازدواج کنیم. چی؟ قراره ازدواج کنیم؟ بله بله و بلا، دروغ میگن سرکار. این دوتا رفیق منن. ما تو خیابون نگیر دارم میرن تا خدا سرکار میخوام سرکار خواهش میکنم. مگه خلاف قانونی که ما بیای منزل نامزدم؟ خیر خانم، ولی ایشون شکایت کرده که شما رو فریب دادن و به اینجا آوردن. نه خیر سرکار، ایشون دروغ میگن. سرکار این رفیق ما مغزش معیوبه، دیوونه است. دیوونه پدرت سرکار دم سلام باشین آقا. پس شما شکایتی ندارین؟ نه خیر، به هیچ وجه. و شما آقا، اگه دیگه از این کارا بکنید و بی جهت مزاحم مردم بشید، به جرم اختلال نظم توقیف میشید. وای سرکار شما چرا دم ساکت باشید آقا؟ هر چی شما بگین سرکار. شما باید با پسرعموهاتون زندگی کنین. از بچگی ناف شما رو به اسم پسرعموهاتون بریدن. خونه بخت شما خونه پسرعموهاتونه، نه خونه دو تا مطرب آسمون جل. خیال میکنین مردم پشت سر من چی میگن؟ میگن آقای موعظ با این همه اهن و طلبش دختراشو میخواد بده به دو تا مطرب تو کافه ها. نه من نمیذارم، به هیچ قیمتی نمیذارم. شما باید با پسرعموهاتون عروسی کنین، اونا پول دارن، با خدا هستن. شما باید با چادر نماز برین به خونه اونا و با کفن بیاین بیرون. پدر اجازه بده آخه ما هم حرف بزنیم. آخه ما که برده و کنیز نیستیم. ما که در 100 سال گذشته زندگی نمی کنیم. گذشت اون زمان که دخترها به امر پدراشون با چادر می رفتن تو خونه یه مرد ندیده و نشناخته و تا آخر عمر به هر خفت و خاری زندگی می کردن. این حرفای مسخره رو بنداز دور. تقصیر شما نیست، تقصیر این دور زمان است که شما رو اینطور پر رو وقیح بار آورده. خلاصه یا باید با پسرموهاتون زندگی کنین یا اینکه فکر شوهر کردن برای ابد از کلتون بندازین. صبر کن پدر. حالا که اینطوره ما حرف آخرمونو میزنیم، یا باید مثل همه پدرها که فکر نو دارن بذارین ما با مرد دلخواهمون عروسی کنیم، یا اینکه چی؟ بقیهشو خودتون حدس بزنین که چی کار میکنیم و تا 24 ساعت هم به شما مهلت میدیم، چون ما به سن قانونی رسیدیم و حق داریم درباره زندگی آیندمون تصمیم بگیریم. اینطوری فایده نداره، باید چاره ای کرد. اونا آشان قربان نوازنده او دو تار. چشمم روشن، ببین دخترای من با کیا میخوان ازدواج کنن. قربان نگران نباشین، با نقشه‌ای که خدمتتون عرض کردم کاری میکنم که نسرین خانم و نوشین خانم از ازدواج با این دوتا مطرب آسمون جل به کلی منصرف بشن. تشبیه بیارین. چی؟ بچه ممکنه؟ بله که ممکنه. میتونم اونا رو ببینم؟ آتوی بفرمایی نشونتون بدم. اونا آشان هر سشون تو بار کار میکنن و هر سشون دختر خونده های من هستن. جون میدن برای نقشه ای که کشیدم. به وسیله این سه شیطون نقشمون 100% عملی میشه. اگه این کار درست کنی همه جور در مورد اجاره اینجا باهات کنار میام. متشکرم. Thank you.
خوبیه. پس من الان چیکار کنم؟ به دختر خانومتون بفرمایین که عقیدتون رو تغییر دادین و با ازدواج دلخواه اونا موافق هستین. چی؟ موافقی؟ موافقم. چقدر خوب شد. من ظرف این 24 ساعت گذشته فکر کردم و واقعا دیدم شما راست میگین. ما در دوره هستیم که نمیشه مثل قدیم ازدواج تحمیلی باشه. تو چقدر خوبی پدر جون. پدر جون خیلی ازتون متشکریم. شما ما رو پیش دوستامون رو سفید کردیم. قربونتون برم. شیرنی بخورین. مبارکه. مبارکه. شیرنی مل بفرمین. خواهش میکنم. خواهش میکنم. خواهش میکنم. خب پدر زن جان رفقای من مثلا روز اکنون که قربان بعد از ظهر روز پنجشنبه ها پس شبش هم عروسی بعدش هم روبوسی که الهی خدا نصیب من بکنه اینجوری قربان ببین جون یعنی چه مرسی راستی قربان شما امشب هم موافقت کنیم بریم کافه دیگه از فردا شب نمیری و این کارو میبوسی میذاریم کنار نمیفهمم چرا اصرار دارین امشب هم برین کافه آخه میخواییم از مدیر کافه و سایر همکارانمون شب آخری خداحافظی کنیم چون شاعر میگه این دم آخر بیا دستم بگی بسیار خب امشب هم برین کافه هیچ معنی نداره قربون شما برم پدر زنجان رو فقای من جون امیدوارم هر ستاییتون خوشبخت بشین قربون شما مرحبت زیاد خداحافظ خداحافظ اسیان در خانه خداحافظ گاهی اوقات بهت سر میزنی نادیا جون قربون شکل ماهت برم ما دیگه این کار بوسیدیم و گذاشتیم کنار حالا با اجازه برای آخرین بار من میخوام تو رو ببوسم خدا بوشت بناهت باشه خوشگله قصه نخور میام میبینمه بس دیگه با دلش کن آخه دختره ناراحته من نمیدی چجوری داره واسه من عشق میریزه قربونت برم الهی یه روز با آخرمونم مونده باید من عروسی میکنم خودم به وصالت میرسونم بیا بابا ساعت دو از شبه بابا مهلت دخترها کجان؟ جلو در کافه تو ماشین زود برو خبرشون کن بگو کارشون رو طبق نقشه انجام بدن چشم برمان مروتی ها من که خونه نمیام من هم یا میشه بولن شما با حاضر باشه
بلند شو بریم دیگه. آخه فردا شما عروسی میکنین، میرین هجله، زندار میشین. من مادر مرده تنها میکس میمونم. خب حالا میگی چی کار بکنی؟ هیچی، امشب بریم کلوخ اندازمون، دومی به خمره بزنیم، یه خاکی به سرمون بریدین. خیلی خب بریم کلوخ اندازمون، بریم. تاکسی، تاکسی، تاکسی. شخصی حال جون. بیرحم وای نیست. روز روشن تاکسی گیر نمیاد، شب تار میخوای گیر بیا. بره دنبالشون، عجله کنی. تاکسی، تاکسی. اصطوری بچه بابا سه تا این بالا خوشتون کجا رو خیلی بریم نبیه دیگه سه به سه قابل قسمت چونه من نمیذاری بهتون بریم چونه من بریم خوشتون بریم من بیا دیگه تو همه تا یاد نکنم بیا بالا برگیرم بیا میرسونه متون جون من بیا آخه مزاحم نمیخوام بشین بیا این دیگه برو بالا مزاحمی ما بریم بابا آی موس مژده بدین نقشمون 100 درصد عملی میشه اونا با سه تا دخترها رفتن شما دیگه خیالتون راحت باشه فردا سر ساعت 4 بسات عقد رو بپا کنید بله سر ساعت 4 به سلامتی دو شاخ شمشاد کف بلند نورت حبیب بزنید مبارک باشه مبارک 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 به به بفرمایید کامتون شیرین کنید آها کام خودم هم شیرین کنم آها معطل چی هستین؟ چرا خطبه عقل نمیخونین؟ باید پدر محترم عروس خانم ها اجازه بفرمایید. قربان اجازه میفرمایید خطبه عقل خونده بشه؟ هم نداره. یه قدر صبر کنین، یه قدر صبر کنین. قربان شاعر میفرماید در کار خیر حاجت هیچ استفاده نیست. ببخشید، استخاره نیست. بله. بفرمایید زودتر خطبه عقل رو بخونن. عروس خانم ها دلشون داره قیلی ویلی میره آخه چست چست یه قدری تعمل بفرمایین تعمل بفرمایین دو سه تا از رفقای من هنوز نیمه هی میگه تیمون بفرمایین تیمون بفرمایین تیمون باطل از اونجا که آب است تیمون نه بابا تعمل چه میدونم بابا فرقی نمی کنه که پس چرا نیمدن قرار بود درست سر ساعت 4 بیان تا چند دفعه دیگه میرسن شما دستور بدید خطبه عقل بخونن بسیار خوب بسیار خوب شروع کنید حالا دیگه ساعت مناسبه خواهش میکنم خود وقت رو شروع کنید شروع کنید هم بسابین خود برای بخونید اجازه میفرمایید بفرمایید بفرمایید بسم الله الرحمن الرحیم دوشیزه محترمه مکرمه نسرین خانم و دوشیزه محترمه مکرمه معظمه نوشین خانم فرزند آقای معز الدیوان به دایی وکالت میدهید که شما را به عقد نکاح آقایان امیر بیدار دل فرزند ابراهیم آقای مهست آقای مهست دست نگه داریم آقای مهست پاسبان اومده از کلانتری پاسبان اومده پاسبان؟ پاسبان برای چی؟ اومدن داماده رو توقیف کنن ببرن کلانتری یعنی چه؟ نمیفهمم کلانتری برای چی؟ برای که؟ بریم ببینیم چه خبره چه حکایتی اونا دوست ناموسن برو کنار آقا سر کن بفرمایی چیه؟ چه خبر شده؟ چه خبر میخواستیم باشه؟ افتضار، رسوایی، بدنامی، بدجنسی و حق بازی بفرمایید سرکار، بفرمایید توضیح بدید بفرمایید تو تا نشونتون بدم توضیح چیه؟ ما میخواییم بردیم ما با کار زندگی داریم جان من یک پدری از این سه نفر دارم یک پدری دارم میکشمشون کوشن این ناجس های حق باز کجان؟ دختر عزیزم خودت یه نگاهی بکن و بگو کیا هستن پدر جون این سه نفرن ما بله بله این سه نفر حق باز بلا سرمون آوردن سرکار همین سه نفر هستن متهمین این جنایت همین سه جوون حق باز خیانتکار هستن آقایون بفرمایید بریم کلانتری 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 برای چی برای اینکه شما حق باز شارلاتان هستین برای اینکه شما از شرف و انسانیت بویی نبردین برای اینکه دخترای معصوم منو اقفال کردین سرکار موضوع چه خواهش میکنم بیشتر توضیح بدین از طرف این خانم‌ها و پدرشون به کلانتری شکایتی شده که شب گذشته این سه نفر با تهیه و تدارک قبلی این سه دختر خانم رو اقفال کردن و به عنوان گردش فریبشون دادن چی؟ و اونا رو به یک خانه بدنام کشوندن و در اونجا قربان کاری کردن چی؟ توف به شما بی آبروهای بی وجدان شما با این سوابق ننگین تو میخواستین داماد من بشین آقایین میبینین؟ دخترهای من میبینین؟ میبینین چه کسایی میخواستن شوهرهای شما بشن؟ خدا رو شکر که به موقع رسوا شدن و الا معلوم نبود سرنوشت دخترهای من چی میشد؟ قربان اگر خفش احمد قربان اینا دارن بسته دیگه خفشین
سود باشه ببرشون کلانتری را بیفتی آیا بکنم اگه چی سود آفتار مرمون میشه سود آفتار نگری از دست دارم یه ببینیم چنده رو دونه به مار را بیو یک پدری از دست دارم که مرغای آسمون به حال گریه کنه موت کفن کردم دروغ میگم موش پدرت رو کفن کردم پدر سود دارم موی من رو کفن میکنی بریم را بیو استنده رو زهر مار جونم پدرت گناهی نداری چرا میزنی سود آفتار یک پدری از دست دارم یک پدری از دست دارم که مادر رو به عذاب بشه پدر سوخته دخترای منو گول میزنی را بیو پیرم سب کن سب کن اسی من بگیر دسترم بگیر دست بیایی که بیرم کجا پدر اینه پدر بله قانون داره تو باز فارسی معلوم میشه یکی بیا بگا تو باز فارسی معلوم میشه آقای بازپرس خدا شاهده که ما بیگناهیم تو این هفته ما هیچ تقصیری نداریم اینا همش تهمت افترا سوته است آقای بازپرس اینا توطئه کردن که ما رو بدنام کنن والله ما بی تقصیریم راست میگه به خدا اینا میخوان زندگی ما رو به لجن بکشن بله بله نقشه کشیدن دامن عفت ما رو لکه‌دار کنن اینا شیطون رو درس میدن اینا صد تا مثلا چی میگه آقا معذب باش چرا مزخرف بفرمایید بفرمایید اما ها میپرسم باید حقیقت رو بگین و صریح جواب بدین تا قضیه روشن بشه آیا شما شب گذشته در ساعت 12 از کافه ستاره طلایی بیرون اومدین یا خیر آیا با این خانم ها برخورد کردین یا خیر بله. بله. آیا سوار اتومبیل اونها شدین یا نه بله. آیا شما این خانم ها رو میشناسین یا نه بله. آیا شب گذشته تا صبح با اونها بودین یا نه بله. پس دیگه چی میگین تمام دلایل و شواهد این پرونده گواهی میده که شکایت خانم ها از شما سه نفر درست و بر پایه صحیح استواره سرکار استوار بوده خفه آقای بازپرس اینا دروغ میگن حقیقت غیر از اینه که به شما گفتن پس حقیقت قضیه چیه؟ آقای بازپرس پیروی شکایتمون اجازه بدین حقیقت قضیه رو جلوی چشمشون بگم خواهش میکنم بفرمایید اون شب من و این خواهرام از کافه اومده بودیم بیرون سوار ماشینمون بودیم میخواستیم بریم منزل یه دفعه برخورد کردیم به این سه تا پسر که دویدن جلوی ماشین ما رو گرفتن شروع کردن التماس و درخواست کردن چند بار بوق زدیم که رد بشن ولی رد نشدن گفتن آخر شب تاکسی گیر نمیاد شما که ما رو میشناسین اقلا ما رو تا خونمون برسونین ببینم واقعا شما این سه نفر رو میشناختین بله آقای بازپرس اونا نوازنده کافه پدرمونن ولی ما که میدونستیم اونا آدمای بدجنسی هستن سوارشون نکردیم ولی اونا به زور در ماشین رو باز کردن پریدن بالا خب دیگه ما ناچار شدیم اونا رو ببریم منزلشون آقای بازپرس این خانم دروغ میگه آقای بازپرس داره نه بارونه میزنه قضیه درست برعکس اجازه بدیم ما حقیقت قضیه رو بگیم خیلی خوب بفرمایید اجازه بدیم من بگم آقای بازپرس اجازه بدیم من بگم خیلی خوب شما بفرمایید اون شب ما از کافه اومدیم بیرون میخواستیم بریم کلوخ اندازون یک دفعه اتومبیل اینا پیشی جلو پای من ترمز کرد ما یه دفعه جا خریدیم بنده که از ترس داشتم قالب تویی میکردم جون شما والا دخترها هر سه شروع کردن به ما چشمک زدن دخترها احسا کردن بیاییم بالا گفتیم نمیایم جون شما نمیایم اونا احسا کردن ما انکار کردیم اونا احسا کردن ما انکار کردیم خودی ما نمیایم ما آدمی نجیب و سربراهی هستیم ولی اونا بلکن نبودن بالاخره گفتن خوب نیست ستا جوون در این میشه به محابی در این مثل بهار که گل 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 عاشقند و مدهوشن تنها به خونه برن گفتن بیاین با هم بریم گردش کنیم عیش کنیم در آغوش هم در آغوش ما لعبت های سیمین بدن دنیا رو فراموش کنیم از شما چه پنونه های باید با حالا حقیقت میگم اینا که گفتن دل ما به خیلی بیری افتاد نه آقای بازپرس شما جای ما بودین سوار نمی شدین سه دختر خوشگل مامانی مثل اون تمام اینا که گفت دروغه دروغ محضه اونا تو ماشین ما به زور سوار شدن جلوی چشمم دارین دروغ میگم بالاخره یا شما به زور سوار شدین یا شما فرقی نمی کنه بله فهمم بعد چی شد اتومبیل حرکت کرد این آقا اول به من یه جوری نگاه کرد از اون نگاه های عاشقانه بعد یه دفعه دست انداخت دور گردن من و میخواست منو ببوسه این آقام همینطور اول نگاه عاشقانه به من کرد بعد میخواست منو ببوسه ولی من اجازه ندادم این آقام همینطور اول نگاه عاشقانه بعد صورت منو گرفت میخواست لبم ببوسه منم نذاشت دروغ میگه این خانم اول نگاه عاشقانه به من کرد میخواست منو ببوسه گفتم برو بابا حوصله داری بله این خانم هم مرتب به من چراغ میزد محل نذاشتم برفاکن زد محل نذاشتم بالاخره دستم داغ دور گردنم خواست منو ببوسه از شما چه بنون منم بوسه میکنه جون این خانم هم میخواست منو ببوسه دستشو با لوندی انداخت دور گردن من ولی من گفتم خانم خواهش میکنم مؤدب باشی گفتم ساکت بعد این آقا یواش دستش آورد رو پاهای من منم زدم رو دستش گفتم فضولی موقوف این آقا مثل دوستاش دستشو گذاشت رو پای من منم محکم زدم رو دستش این آقام همینطور تا دستشو آورد رو پاهم زدم رو دستش
دروغه شاهد ساکت باشید. بعد که دیدن حریف ما نمیشن ماشین نگه داشتن و شروع کردن مانو بوسیدن. حالا نبود گهی ببوس، من دیگه آی واسوس داشتم کلافه میشدم، صورتم آشلاش شد. دروغه خب خانم بعد چی شد؟ بعد به ما گفتن بیایم بریم تو محفل هیپیا، بریم یه شب و با هم خوش باشیم. اونجا یه بابای آدم دروغگو. تو نگفتی ما دعوت داریم محفل هیپیا شما هم بیاین؟ هم دروغه، تو خودت گفتی بریم محفل هیپیا. ما محفل هیپیا را کجا بلد بودیم؟ ما هم بلد نبودیم، شما ما رو دعوت کردیم. ما از کجا اونجا رو بلد بودیم؟ شما هم ما رو دعوت کردیم. هسته دیگه. حالا یا شما دعوت کردی به محفل هیپیا یا شما، فرقی نمیکنه. بله. اونجا رفتین یا نه؟ بله، اما کاشی قلم پاون میشکست هرگز نمیرفتین. آی باز با. خب در محفل هیپیا چه اتفاقی افتاد؟ شما بگید خانم. ما بگیم آقا. چی؟ اول یه خود رقصیدیم، بعد مشروب به خورده ما دادن. نمیدونم تو مشروب چی ریخته بودن که یه دفعه خوابمون گرفت و دیگه هیچی نفهمیدیم. خب شما بگید بعد چی شد؟ ما بگیم آقا بعدش دست ما رو گرفتن در عالم مستی بی خبری آقا، بردن پله ها بالا و رفتیم توی اتاق. دیگه نفهمیدم چی ها، فقط اینو میدونم صبح که از خواب بیدار شدیم دیدیم که دیگه آب از سرمون گذشته، خانم ما رو اقبال کرده بودن. حالا که خودمونیم آقای بازپرس، عجب شبیم بود، عجب شبیم بود. صحیح. بله. که اینطور. این بوده از شما سه نفر اقرار میکنید، اونم اقرار صریح که یک شب و تا صبح با خانم ها بودین و چنین حادثه ای اتفاق افتاده. بله؟ بله آقای بازپرس، بله. چی داریم که بله؟ آقای بازپرسی، خانم ها به شما دروغ گفتن، اینا پدرشون آدمای شارلاتان و کلاهبرداری هستن، واسه ما پرونده سازی کردن. عافیه آقا، دلائل و شواهدی که در پرونده موجوده به خصوص اقرار صریح شما ثابت میکنه که شما سه نفر با تهیه و تدارک قبلی این سه شاکی خصوصی را اخفال نموده اید. بله. و شبی را با آنها گذرانده و غیره و غیره و غیره، لذا اتهام شما از نظر قانون محرز و شما مجرم شناخته میشوید و پروندهتون به دادگاه احاله میشود. البته یک راه حل دیگم در قانون پیش بینی شده که شما را از مجازات معاف میکنه. چیه؟ و اون اینه که شما سه نفر حاضر بشید با این خانم ها ازدواج رسمی و قانونی بکنید. اوه چه خوب، من از خدا میخوام. بله. چی داری میگی بابا؟ در هر حال بستگی به تصمیم خودتون داره، یا باید روانه زندان بشید یا با خانم ها ازدواج کنید. پس یا زندان یا هجله، بر سر دو راهی. زندان هجله، کدوم انتخاب میکنین دوستان؟ ها من که 100% هجله رو انتخاب میکنم جناب آقای بازپرس. ولی آقای بازپرس ما دو نفر نامزد. متاسفم، این حکم قانونه. من میگم که چیکار کنم؟ من نمیدونم. من که گفتم من 100% هجله ای ام. بله میگم. بعد چجوری محکوم شدن؟ تو بگو. آی بازپرس ما مجبوریم قبول کنیم. بله. اول بفرمایید صورت جلسه رو امضا کنید. پس پیش به سوی هجله. من عجله دارم چون خیلی داما سرخونه دوست دارم. بفرمایید اینم امضای من. خوشا اینم مهرم. حالا قربان، حاضر شدن با سه تا دخترها ازدواج کنن و به زندان نرن. پس امروز تو خونتون عقد کنونه؟ بله، عقد و عروسی با هم. خیلی ممنون قربان، در خدمت گذاری همه جور حاضرم قربان. پس دامادا کشان پسر رفتن الان میاد. حیال گرمش کنی، گرمترش کنی. همومی لونگو قد فتونو لونگو قد فتونو جا گذاشتم بیان بگیریم. بگه این ساعت مال شما نیست؟ قرون اون ریشه دارم. قربان شما، لونگو قد فتونو ممنون. پس این دامادا کجا هستن؟ بنده عجله دارم حضرت آقا، چند جای دیگر هم باید برم خطبه عقد خوانم. بله همینطور آقا، بله همین. یه دقیقه تحمل بفرمایید، الان دیگه پیداشو میشه. پسر برو ببین چه دیر کردن. شما چرا ساکت نشستید؟ یالا گرمش کنی، یه چیزی بزنید.
عجیبه بابا، بیاییم بریم سر عقد، دیر میشه. استغفر الله. ببینم آی فلانی، شما میخواین تلفن بزنین؟ بله، خیلی هم عجله دارم. ما هم عجله داریم، میخواییم بریم سر عقد. آخه از حموم دومادی برگشیم، ما سه تو دومادیم با سه تا عروس، مثل دسته گل خرزهرهی وحشی. من میدونستم کارا به هم میخوره، اما قهر کردم باید بریم پیش اونا بهشون ثابت کنیم که ما بیگناهیم. بابا اول بریم سر عقد، منتظرمون انسانی نکنم. خواهش میکنم با آبرو و حیثیت من بازی نکنید. اون فیلم ها و عکس ها رو به من پس بدید. اگه این فیلم ها به دست کسی بیفت، زندگی من هم پاشیده میشه، بدبخ میشم، بیچاره میشم. من میخوام فیلم ها رو اول به زنت نشون بدم. نه خواهش میکنم، التماس میکنم، من حاضرم تمام اون مبلغی که گفتیم بهتون بدم فیلم ها رو بگیرم. خواهش میکنم. دیدی بالاخره حاضر شدی؟ گوش کن چی میگم. پولا رو میذاری توی کیف، سر ساعت میای همونجا که گفتم. یکی از افراد من اونجا وایساده، لباس مشکی تنشه، گل سفید به سینشه، سیگاری هم گوشه لبشه. اون به شما میگه فندک دارین، شما میگین نه کبریت دارم. فوراً سیگارشو آتیش میزنی، اون وقت پولو میدی، فیلم رو میگیری. فهمیدی؟ بسیار خوب. چشم مطمئن باشید. بسالیت شد؟ بله. برو فیلمو ببر، ولی کاملا مواظب باش بهت کلک نزنه. شما هم از دور مواظبش باشین. بریم بچه. بله. ای آقا جان، الان دو ساعت که من منتظرم، این که نمیشه. الان پس این دامادا کجا هستن؟ مرتشور اون دامادات مهاجره. من هزار تا کار دارم جان، من هزار تا کار دارم. اینم یکی از کارا کارش میکنم. بفرمایید بشین. همین جان، همین الان میان. من کار دارم جان، من میان جان شما. کی میش میکنم آقا جان؟ چرا انت ساکتی؟ یه چیزی بزنین گرمش کنین. والله به خدا ما بیگناهیم، اون سه دختر اون شب به ما کلک زدن. شما دروغ میگین، شما حقه بازی. اگه ما رو دوست داشتین اون شب با اون سه دختر آکله نمیرفت. آخه ما چطوری به شما ثابت کنیم که اونا ما رو با نقشه قبلی گول زدن؟ نوشی نسرین کجا هستی؟ اومدیم پاپا. در هر حال ما مجبوریم الان بریم سر سفره عقد، ولی سعی میکنیم عقد رو به هم بزنیم برگردیم پیش شما. نه دیگه نمیخوام برگردیم. بچه‌ها نمیاد. اومدیم پاپا. یالا برین الان پاپا میاد. فعلا برین، بعد با هم تماس میگیرید. زود باش برو. نوشی من دلم گواهی میده که اینا بیگناهن، اون دخترا بهشون کلک زدن. ممکنه. بریم. تنها راهش اینه که بریم با اون ستا آکله عروسی کنیم، بعد اینقدر عذابشون بدیم که دو روز بعد بابا دیوونه. حالا ما دیوونه شما عاقل. بسم الله الرحمن الرحیم. این همون یارو هست که میخواست تلفن کنه؟ بس که از هوش رفته، نکنه مست باشه. الان خودم دکتر بازی در میارم، خبرشو بهتون میدم. بزن قلب کو. با خدا بدارتونو بیامرزه، جواز دفنش هم صادر شده، انگار صد سال مرده. بیاین بریم سر عقد و منتظرمونم. نه باید برسونمش بیمارستان، گناه داره. وای که حدت شما مردم، ممکنه کسی اونو کشته باشه. وقت میان یقی ما رو میگیرن میبرن تو رفتونی ها. راست میگه نادر، خودمون تو در سر مینزیم پشت بزن. از همین تو بذارمش باشه. بارش تمومه. خسته شدم. ریگ انگار تمام ریگای بیابون آقا با ما فامیلن. یونه ببین چی یادم. سب کنین، من کبریت دارم. شما فندک دارین؟ خیر قربان، من کبریت دارم، بی خطرم. اگه بی خطره شما خودتونی؟ اختیار دارین، پس میخواستی من کی باشم؟ خودم هم دیگه. بفرمید این فیلم. دست شما درد نکنه، متشکرم، ممنونم. فیلم؟ فیلیه؟ فیلم خودتون، زود پول رد کنید. پول؟ ساکه پول بده من. پول چیه؟ پول فیلم ها. کدومو فیلم ها؟ بدینش به من. ساکه منو چی کار داری؟ بشه بیای فیلمو بده من، عوضی گرفتم تا اون نیستی. فیلمو بده من. فیلم چیه؟ فیلمو بده من، عوضی گرفتم. عوضی گرفتم. چرا تا تو گیدم؟ چرا منو کدک میزنه؟ سلام. اگه خودم بودم چی؟ اینم لاله
آقای بوشه تو مشغولی مشغول باشه آره بابا من با دوتا بهتا من فیلم با باید یه فیلم رو بده بی هوا نامن آقای یه نفر بیاد این برم بده من فیلم با بده من اینم رفتیم بیا بچه ها بیا فرار کنیم بیا رفتش نکن جالب رو بیا بابا نستا برو بده برو بچه ها بلا موتور بیکن 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 باده بچه ها باده رفتا که کچه یا رفتی گفتا تو باده باده از من میذارم یه عوضی گرفتم آره بینا اینجا بیدیم آره تو که حالا مسخر از در نیاد جان نمیداری مورد نمیشه باشه من باید در چرده باشه نمیداری جان نمیداری جان نمیداری جان از سونه سونه مرای چی داری میگی جان بده اینجا خواهش دوماده اومدن دوماده اومدن دیدی اومدن سلامتی سه شاه دوماد سه شاه شمشاد کف بلند مرتب بزنیم حرف بزنی دوماده یا خوشون خیلی خوب زود برین لباس های دومادی رو تو اون اتاق بفروشین زود باشی عجله کنین یالا بچوبید دیر شده که برو با نسده که اسکندر خان بله دامادای شما اینا هستن بله آقا اینا نوازه شیاطین هم هفته قبل هم اینا سر عقل بودن که به هم خورد مگر خاطر مبارک تان نیست اونا رو بردن کلانتری من اونا رو عقل نمی کنم جان من بریم آقا بریم نه آقا جا خواه مسخی خیلی کردم آقا صدا میکنم بریم دفعه دیگه اون دفعه نیست این دفعه دیگه اون دفعه نیست بچه این شونه من کو تو ساکه همون حتما اوه چه؟ چه؟ اینا چی؟ 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 به به جونم جون پوله ای خدا چی این انبور تو کیف ما گذاشته ای خدا جونم صد تو ببینم این کیف مال ما نیست کیف ما عوض شده خب چه بهتر خدا از آسمون رسونده چی مزخرف میگی خدا از آسمون رسونده چیه باید به حسابش پس بدم بابا خدا از آسمون رسونده چرا باید پس بدم من پس نمیدم نگاه کنی بچه ها نگاه کنی یه نوشته توش پیدا کردم برو خدا حسین شها بزنیدم ای کسی که مرا در حال مرگ پیدا میکنی بیماری من نوعی سکته ناقص است من نمردم من بارها اینطور شدم و اگر مرا زود به دکتر نرسانید ممکن است اشتباهاً مرا دفن کنند وای چه وحشتناک بقیهش بخونم به خاطر خدا مرا هر چه زودتر به منزلم یا به مطب دکتر نسیمیان برسانید آدرس و تلفن ای داد فهمیدم پس کیف مال اون یارو مرده است که کنار درخت افتاده بود معلوم میشه سکته ناقص کرده زودتر برسونیمش به بیمارستان راست میگم که باز گرفتین جریان عقل چاپه انسان در خطر اونجا آیا من چشمای خودم دیدم که دامادها فرار کردن آقا جان بریم آقا بره بریم آقا کسمی این آقا بگم بدم من نه خواهش من نه دینونم جان من الان برمیگرم خواهش میکنم چی رو برمیگردن آقا من میره جان عزیز شما نشما خوش میدم الان دو نفره میفرستم دوبارشون که برم بیارم بزن شما یه دقیقه یه دقیقه آقا جان یه دقیقه دیگه اینو برمیگرم خودم میرم میارمش نمیشه خواهش میکنم بفرمایید 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 چرا واسه این بزنی گرمش کنم آره مرده همینجا افتاده بود خب بعدش چطور شد هیچی دیگه بعدش بردنش درمونگا کدوم درمونگا بردنش درمونگای صفا تو همون خیابون بغلیه اون بغلیه درمونگا رسونه ممکنه بیچاره زنده به گورش کنه صبر کنی بچه ها صبر کنی یه چیز خیلی مهم ساک پولش کو راست میگه ساک پول دیدا تو اتاق جا مونده چرا ساک پول جا گوشی شاید اون پول دوا درمونش باشه ای خدا میگم چی کارت کنه پسر بابا اینکه کاری نداره الان میره خونه بندن میاد بره خونه نه خواهم دارم نه خواهم دارم
خونه بیا آقایون بفرمین بفرمین بریم بالا یالا سوچن جاریفته بروته زود باش هر دی طرف تو این اتاق تو این در آقا جون شما از همینجا خطبه ازش برو تو برو تو باز خداوند متعال تا بکن الان میرن زود باش بفرمین الان فرار ده مجاوجت را برای بلای تمالو زدی هر دارم فرار کردن که به درشن خدا خفت از کنه که منو خفه کردی کجا در میری؟ آقا چون بیا اینجا بیا بیا وای خدا که من دیوونه شدم. بله بله یا آقای تو خیابون سکته کرده بود آوردنش اینجا. خب الان کجاست؟ مرده بود با آمبولانس فرستادیمش پزشکی قانونی. با همین آمبولانسی که جلو دره؟ بله بله. ای داد آقای دکتر اون نمرده بود. شما از کجا میدونین؟ من دکتریم. نه خیر آقای دکتر ما دکتر نیستیم ولی از شما بهتر میدونیم. اون نمرده، اون سکته ناقص کرده، اون همیشه سکته. آقای دکتر جونش واسه سکته کرده. آقای دکتر. فایده نداره بچه‌ها باید خودمون برسیم با آمبولانس تو نرفته پزشکی قانونی. یالا راه بیفتیم. نمرده بودم خدا رو شد که زنده شدم. عجب روزگاریه. ست نشه افتاده تو ماشین، کسی هم نیست اونا رو ببره گورسون. چطوره خودم ببرمشون گورسون؟ بله سبب هم داره. آه بچه ها بلان شمن سرم داره گیج میگیره. مردگو یه بیا یاد رو بچه نید مردگو بسازه بشیشه بسازه بشیشه آیه رامنده آیه مرده شد بله من دکترشون هستم دکتر نسیمیان. بله بله خطر رفع شده. چی؟ کیف پولاشونو پیدا کردین؟ بله کیفشونو ما پیدا کردیم میخوایم بهشون بدیم. چیره بدیم؟ خطشو پس گوشی؟ با خودشون صحبت کنیم. الو؟ بله بله خیلی متشکرم خیلی ممنونم. هیچ باورم نمیشه. لطفا بیارید منزل چون میخوام از نزدیک با هم آشنا بشی. پس آدرسو بریم میام منزلتون. چیره بریم؟ رو کارت یارم نبود. بله برو برو زد باشی یالا بینه بی ارزه ها پولا از دستم رفت جهنم. اما فیلمو چرا از دست دادی؟ قربان ما مقصر نبودیم. خفه شو. اگه این فیلم به دست مامورین انتظامی بیفته ما دیگه نابود میشیم. پس چرا وایسادین؟ مگه تو نمیگی اونا رو میشناسی؟ مگه تو نمیگی اونا موزیسین کافه هستن؟ بله قربون درسته. پس چرا معطلین؟ برین دنبالشون. تمام شهر رو زیر و رو کنین گیرشون بیارین و فیلمو پس بگیرین. فهمیدین؟ بله قربون. یالا برین. اطاعت. قربون با اجازهتون ما دیگه مرخص میشیم ولی خوب بود که شما پولا رو میشمردین. اختیار دارید. اجازه بدید بنوان پاداش. نه 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 نه. حرفشم نزنین که دلخور میشین. چی چی دلخور میشین بابا تو جیبون کارتونک بسه. پوزالو جیب خیلی.
خفه قربان میبخشید این رفیق ما یه خورده شوخه. بله بله پس اجازه فرمودید که مرخص بشید. به هر حال امیدوارم روزی بتونم زحمات شما رو تلافی کنم. ولی چرا به این زودی میخوای تشریف ببرید؟ والا عرض کردیم که ما امروز عروسی مونه. بله میخوام بریم تو 18. بله بله فرمودید ان شاء الله مبارکه به سلامتی. خدا بابا صبر کنین تازه رفته واسه من شیرموز بیاره. میبینید چقدر شوخه قربون شما. خودتون بخورید پس قربون شما. یواش آخه ببخش خیدا شما تشنه ایرین شیرموز خودتون بخورین. بله قربون شما. برو بخوری قربان. این چیه؟ این آپارات سینما. سینمای خانوادگیه. ممکنه روشن کنیم ما یه فیلم سسکی ببینیم مجانی هم نمیشه؟ اینجا نمیشه باید بردش سالون نمایش. خب کاری نداره خودم. تاکسی تاکسی باره بابا تاکسی بارم گیر نمیاد چه برسه به تاکسی. اومد کجا تشریف میبریم؟ بفرمایید بالا برای سینماتون. آقا شما مسافر قاچاقی سوار میکنین؟ نه تقریبا. کم میگیرین؟ هر چی دادین خدا برکت بده. خوب باشین بچه تا باشین. بفرمایید تو باشین. با انصاف همت عالی هست قربونه تا. خیلی ممنون. آره آیه راننده ما عروسی داریم یک تندتر برونیم. رو چشم بچه تندش کنیم. اخ تندی نکنه بازار چه کنم ناچستا خیلی نبونیتم فیلم رد کنم یاد ناچستا شاره که تو نزد چی شد؟ نفر میدم شما چی میگی؟ فیلم چه باید ما خودو فیلمی خودتا به کچل شب نزن بگو فیلم کجاست بنده هل قومه توی برم بگو فیلمو چی کارش کردی؟ بابا ولش کنی فیلم چیه؟ موضوع چیه؟ تو خفه یالا بگو فیلم کجا بردی؟ اول شما بگی اون فیلم مربوط به چی؟ تو مربوط نیست. بگو فیلمی که از من گرفتی چی کارش کردی؟ ای خدا منصور بابا بهشون بگو که فیلمشونو چی کار کردی؟ اصلا موضوع فیلم چیه؟ بابا ولش کردم رو هوا رفت تو خونجی عقدی که خوچه؟ آره دروغ میگه. بچا ببریمشون تو زیر زمین اینقدر شکنجهشون بدیم تا اقرار کنن. نه یلا تندتر برو سرکار سرکار یه قطعش بیارین. سرکار حالا چون افرین چاقاتون رو دررین سرش بیارین. بله آقا چه فرمشی داریم؟ سرکار ببخشین این نزدیکی ها تلفن عمومی کجاست؟ اول همه خیابون دست راست. میشه ماشین رو همینجا بغل این چهارا پارک کنین؟ نه اینجا ها نمیشه توقف ممنوعه اون طرف چهارا. خیلی ممنون. بله بله تلفن بزنین. آقا اونجا ما تلفن بزنین شما اون طرف چهارا پارک کنین. آره بای 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 چراغ صاف شد حرکت کنید. پرتون بالا 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 آقا چون خیل خوب بسته شما هم نذاریم بسته دیگه بسته آبرون رفت برو سر صفره اقمش پدر زن عزیزم قربون تا میرم جان برو بینم تو هم نمیخواد غیر بدی برو بکره فیلم کجاست؟ اونجا تو لاله سر صفر عقبه. خیلی خوب برو برش دو چهش برش دو نوبت شما هست. شما یک تو برقصی گرمش کنید. یه دردی شیر بفرمید. این شما بفرمید. شما برو جلو. برو خدا بگیر. خوشی که پر دارید. زیان باشه نوبت شما هست برقصی. میگم حالا چجوری فرار کنیم؟ اونه اونجا مبازه من که. نمیدونم. ولی یه جوری باید سرشون رو بیخ دیوار بکنیم. فهمیدیم؟ ترتیب کار خودم بدم. از این دفعه فرار میکنیم. یالا. الفرار. بابا این چه مسخره بازیه؟
دیوانه شده بسته دیگه سرم رفت نمیخواد بزنی پولتونم که گرفتیم بریم پی کارتون اتفاقا فیلمی که آوردید به این دست خواهد بود خب همه چیز حاضره کافیه این کلیدو بزنید و فیلمو تماشا کنید من با عزتون میرم تو اون اتاق خواهش عزت آقا من مخواستم حس آقا ممکنه شما با خانم تشریف داشته باشید که نه فیلم مربوط به خود شماست خود چکرم من میرم حسر سلام میدونی بله چرا خوش بینم اینم چرا حتما فیلمش خیلی قشنگه ها شروع میکنم ساکت وا این چه زبیه زبیه دیگه سب کن مانا تموم شد چیمی قشنگی نقاب سیاه چیه این رقص این این رفتی من نوانی لباس به درو من خودم مدیر برم یه ببینم کلا تو بکش کنا بسته کی رو بسته؟ بسته اون بچه سو بابا هم حرف بزن هم نگاه کن بیچاره مادرتون برده شما چرا خنگ شده این ای خدا ما خجالت میشم بگه نمیرم آپارات رل کن آپارات رل کن دوبله شما ببین دو تا ای خدا من دارم یاده به خط خون بگی بابا من ببری من حرف بزنم ایدان من یه نمیرم قسمت بعد شما برم تعریف کنی این همون یه روز سکه یست بچه نه بابا اون نیست چرا چرا خودشه بس بگو چرا هی سکه ناقص میکنه آره نگاه کن دلش کار میکنی دستگاره میگرده بینم دستگاره میگرده بچه ها از این فیلم همه چی معلوم شد چطور؟ این فیلم از این یه روز سکتیه گرفتن حالا میخوان به قیمت کلونی بهش بفروشن تو زود برو سکتیه رو سرش کن بیارم ببینم بقیه اش چی میشه تازه اول سکسیشه روشن کن عجب یارو که آره روشنش کن اپرا روشن کن چونه میخواد این مریمه که بچم آره راست که مریمه تو فرود بیاد دختری عجب دختره بی حیایی راستسی مریم مریم اون که نمیفهمه ده چرا نمیفهمی؟ ده ببین مثل مایازات تو مایتابه داری میقلده مانی کلا بح بح یارو چشمم روشم ده ببین چه فیگوری میام ده نگردم نگردم ها اما نگردم من غیرتی هم نمیتونم ببینم سب کن ببینم میگم نگردم من خیلی غیرتی خیلی خوب نمیگم نگردم دیگه شهام شهام آقا تشی بیارید آشا تشی بیارید بیا ببین چه افتضاحی در آوردین ای والله یه افتضاحی در آوردین که اون زنش نابیده است دست که سالمه چی شده بشین نگاه کن این بانامزد من چیکار کردین رونداد خاموش کن تماشا کن آه.
کافیه دیگه، چراغ رو روشن کنید. آقایون شما این فیلم از کجا آوردید؟ ازتون خواهش میکنم اونو به من بدید، هر چقدر پول بخواییم بهتون میدم. تمنو میکنم با آبرو و حیثیت من بازی نکنید. من گول خوردم، فریب خوردم. من آدم آبرومندی هستم، هر کس ممکنه یک بار تو زندگیش گول بخوره، منم گول خوردم. من زن و بچه دارم، حاضرم هر مبلغ بخواییم این فیلم از شما بخرم. اجازه بدین آقا، خیال نکنیم ما اومدیم اینجا که شما رو سرکیسه کنیم. ما اگه کله بردار بودیم پول شما رو بهتون پس نمیدادیم. حالا شما فیلمو در اختیار شما میذاریم، فقط یه چیزی هست. چه چیزی هست؟ این دختره تو این فیلم با دوتا خواهرش همچی کلکی هم دست ما دادن و کار ما رو به بازپرسی کشیدن، میخواستن ما رو ببرن زندون. حالا با نشون دادن این فیلم ما میتونیم به بازپرس ثابت کنیم که بیگناهیم و این دختره از چه قماشی هست. نه آقایون، خواهش میکنم، به خاطر آبروی من این فیلمو به کسی نشون ندید. اگه شما دنبال مدرک میگردید من شما رو به محفل این دختره راهنمایی میکنم. این دختره کارشون همین چیزاست، اونجا مدرک زنده از هرسشون به دست میارید. به شرفم قسم میخورم اگه دروغ بگم. آخه چطوری بریم به محفل اونا ها؟ من ترتیبش براتون میدم، پولم در اختیارتون میذارم، فقط باید خودتون رو گریم کنید که شما رو نشناسن. گلیم؟ گلیم چیه؟ گلیم نه گریم، یعنی قیافمونو تغییر بدیم. خب بچه ها موافقی؟ آره موافقی. من موافقم، بله گلیم کنیم. باز میگه گلیم، گریم. چه بامزه، من هیچ نشمرم. من اینطور به کلی قیافشون عوض شده. قیافه من چطوره، بامزه شدم؟ درست مثل بزبز قندی شدی. خب بالاخره تکلیف ما چی میشه؟ شما ها چی کار میخواییم بکنیم؟ گفتم که دیگه نمیشه، فردا سر ساعت 10 ما رو عقد میکنن. پدرم همه بساط عقد عروسی رو آماده کردی. هر طور شده نظرین عقدتون کنن، ما امشب مدرک زندگی میاریم، فردا تو بازپرسی تبرئه میشیم. آخه چجوری؟ شما ها تعهد دادیم با اون سه تا آکله عروسی کنی. بابا ما امشب میریم تو محفل سه تا دخترها، مچشونو میگیریم. شما فقط منتظر باشین، سر ساعت 10 به شما تلفن میکنیم، آدرس میدیم، شماها برین پلیس و بازپرس بیارین اونجا. فهمیدی یا نه؟ آخه چه جوری این که آخه نداره، همین که میگم بکنی، سر ساعت 10 شب منتظر تلفن ما باشین. خیلی خوب، برین الان بابا پیداش میشه. آره. سر ساعت 10 منتظر تلفن شما هست. آره. به آدم مطمئنیه؟ 100% مطمئنه، از آشنای خودمه. خلاصه ما رو گیر پلیس و کارگاه نندازی. نه خیلی قربان، مطمئن باشین. راستی قربان، این مشتریای امشب ما دوست دارم برنامه های شرقی براشون جور کنم. بسیار خوب، برو یه رقباسه از کافه های شهر برای امشب بیار. چشم قربان. آقای محترم، برنامه امشب طبق دلخواه شما کاملا شرقی انجام میشه. میگم پسی سه تا کلاس لابد الان پیداشون میشه دیگه. جون یکی دیگه جان، جان یکی دیگه. حالا قدیون از مهمونه اونجوری هم بریم پیش اونا. جان خودتون میدونین باید چی کار بکنی، اتاق خواب و فیل. سلام جونی. سلام، چه خانمای خوشحالی در این خدا زیادش کنه. ببینم آقای معاون، برنامه کاملا شرقی چی شد؟ این که همش فرنگی جا جا شروع میشه عزیزم. الان شروع کنید. خیلی خوب جانم، خیلی خوب. خیلی خوب.
در رو کن. چی؟ آخ، چی افتاد؟ این کار میکنه. الو؟ بله، سلام. چی؟ شما کی هستین؟ من منصور هستم قربان، همون که امروز صبح تلفن کردم گفتم امشب مدرک زنده است دخترها به دست میارن. آها آها، آدرس؟ بله بله، صبر کنین یادداشت کنم. بفرمایید. بله قربان، آدرسش سرراست، زود پیدا میکنی. بله بله قربان، بله بله بله. آخ جیام، خب برم اینجا رو یه سرکشی بکنم. بله پس شما ها مدت هاست که در تعقیب ما هستین، درسته؟ درست میفرمین قربان. چه درست میفرمایم قربان ها؟ بله درست میفرمین قربان. پس شماها مأموریت داشتین ما رو لو بدین؟ درست میفرمین قربان. خیال کردین موفق میشین؟ درست میفرمین قربان. بله. ولی بدبخت ها این آرزو رو به گور میبرین. درست میفرمین قربان. خفش و احمق بیشور. درست میزنین قربان. اینقدر بزنینشون تا حالشون جا بیاد. من میرم بالا تو سالن، هر وقت اقرار کردن منو خبر کنین. مشغول شین. گله میزنی تو برا این باشا. همینجاست، مواظب اطراف باشید. کمک کنید. این دو نفر بودن، من می‌خواستم دو نفر ببرین. بفرمایید آقای باسپورس. قربان سلام. بفرمایید. همه دستاتون رو بالا نگه دارید. قربان اینا اون سه نفر آکله یعنی که خدمتو عرض کردم، اینم دلال بدتیپیشونه. بله قربان، رفقای منم تو زیرزمین زندانی هستن. زیرزمین. همه کی بخواد بیستید. زودتر بخواد بیستید. زودتر. رئیسشون کجاست؟ همینجاست. شماها برای دستگیری رئیس. خیلی متشکرم. یالا یالا بخواد بیستید. بخواد بیستید. همه رو ببرید کلانتری برای بازجویی. این سه تا خانمم به اتفاق پدرشون ببرید به زندان. فردام از زندان بیاریدشون به باز. اطاعت میشه. لطفاً بفرمین. خانم آقایون خواهش میکنم بفرمین. زودتر زودتر بفرمین. خواهش میکنم بفرمین. زودتر شما هم خواهش میکنم بفرمین. بفرمین بفرمین. بیاییم بیاییم بیاییم. حالا بریم سراغ رئیس بدجنسشون. بیاییم برای بیاییم برای خیلی مغازه باشه. نه این لانی این لانی پایی مال بایی من بیاییم افت رفته اینجا از ترسش داره تو توالت زمین بیچاره. کوف ببرون ببرون در محاصره این پلیس میشاره. بیرون دیگه نمیبینی صرفه میکنم. دیگه بیرون بیخود صرفه میکنی. بیرون چی از جون من میخوایی مردنی؟ حالا بهت میگم من مردنی هم. از پاس صد تایی که برمیان با دست خودت داری کونه تو میکنی. آره بیاین گرفتمش. بیاین بلم کن. بیاین کمک. بیاین حروم باشید آقا. بگیرین بفرمین پدر نامردم. ساعت ده شد، پس این آقای باسپورس کجا؟ گفتم که برای تحقیقات محلی رفتن، حالا چرا اینقدر عجله داریم؟ آخه ما باید زودتر تبرئه بشیم و خودمونو برسونیم سر عقبه، الا کار از کار میگذره. تقصیر ما چیه؟ ای بابا. الو بفرمایید. بله اینجا هستم. خانومی به اسم نوشین با شما کار داره. اومد. بله پس چی شد؟ شماها که گفتین تبرئه میشین و خودتونو میرسونین، ساعت ده میخوان ما رو عقد کنن. دزرود باشین.
هر طور شده بلره نگین. آقای پاسپورت الان پیداشون میشه، ما تبرئه میشیم، خودمون جنگی میرسونیم. آره بابا جون طاقت بیاریم. آخه بساط عقد و همه چیز آماده است، اگه شما ها نرسین ما بدبخت میشیم. بلره نگی تا ما برسیم. خیلی خوب، پس زود زود بیاین. ای وای داماده اومدن، خدا مرگم بده، حالا چیکار کنیم؟ بفرمایی، خیلی خوش اومدین، خوش اومدین. بفرمایی برادرزاده های مهربانه، خیلی خوش اومدین. بفرمایی تو، قدمتون روی چشم. بفرمایی داماد های عزیز من، برین تو، خیلی خوش آمدین، خوش آمدین. بفرمایی. آقای مونشی ساعت ده گذشت، بازپرس نیامد. الان نامزدهای نازنین اینا رو به عقد و ازدواج دو تا سیبیل کلوف در میارن. زهر مار. آقای مونشی تو رو به خدا یه کاری بکن. من چیکار کنم آقا؟ آقای بازپرس باید بیاد تا به پروندهتون رسیدگی کنه. آجله دیر. سلام آقا. سلام. سلام. سلام علیکم. خوش آمدید برادرزاده های عزیز. او چاره تام عمو. بشین. بشین. اونجا حبیبی. بفرمایید. یالا. خواهش. لطفاً یه دقیقه دست بکشید. بگید عروس خانم ما بیان. حالا چیکار کنیم نسرین؟ از نادر و امیر هیچ خبری نیست. دعا کن زودتر برسن، هر طور شده بله رو نگو تا بیان. خیلی خوب باشه. باشه بریم. یه چند دقیقه دست نگه دارید. لطفاً خطبه عقد شروع بفرمایید. بسیار خوب. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. سپاس خداوندی را سزاست که قوام و دوام نسل‌ها را با مناکحه و مزاوجه بنا نهاد. آقای منشی ساعت ده و نیم شد. الان اونا رو عقد میکنن. نامزدای ما رو برای دو تا سیبیل کلوف عقد میکنن. آخه کار از کار میگذره. من چی کار میتونم بکنم آقا؟ نمیشه به آقای بازپرس تلفن کنی؟ آقای بازپرس رفته تحقیقات محل. من کجا تلفن کنم؟ زغ نبود. نوبت گریت هم میرسه. آقای بازپرس من. سلام علیکم آقای بازپرس. دستم به دامنتون. مستر ساعت باید خودمونو برسونیم به نامزدمون و الا اونا رو به عقد دو تا. بله میدونم میدونم. الان به پروندهتون رسیدگی میخوام. خیلی متشکرم. چرا نمیگی؟ خمشم. دوشیزه محترمه مکرمه معظمه نسرین خانم و دوشیزه محترمه مکرمه معظمه نوشین خانم، به دایی وکالت میدهید که شما را به عقد نکاح دائمی آقایان حسین بارفروشان فرد اعلی و حسن بارفروشان فرد اعلی در بیاورم. پس چی شد؟ تکرار میکنم، دوشیزه محترمه مکرمه معظمه نسرین خانم و دوشیزه محترمه مکرمه معظمه نوشین خانم، به دایی وکالت میدهید که شما را به عقد نکاح دائمی آقایان حسین و حسن بارفروشان فرد اعلی در بیاورم. ای با سر چیزی نمیگین؟ پدر حالم بدی، حالم بده، قلبم گرفته. برین قنداق بیارین، مسخره بازی در آوردین، برین قنداق بیارین، زود باشین. با دستگیری و اعتراف صریح اعضای باند، به خصوص اینکه سه نفر خانم ها به نام شهین، مهین و مریم مقدس زاده در انجام اعمال خلاف عفت عمومی با افراد باند همکاری داشته و با اظهارات خلاف واقع به آقایان امیر و نادر و منصور خوشدل که نام فامیلشان در پرونده ذکر شده است تهمت و افترا زده اند، لذا قرار براءت و آزادی آقایان و قرار بازداشت این خانم ها و آقا صادر می شود. خیلی باید خیلی شد خیلی شد خیلی حالا بگه خبه آی واسوس، ما تبرئه شدیم، میتونیم بریم؟ بله شما میتونید برید، بفرمایید. خدا از بزرگی کمیتون نکنه، لطف مازیا. حالا چه آمده آقا؟ یلا خود به عقد شروع کنید. برو کنید ببینم.
دوشیزه محترمه مکرمه معظمه نسرین خانم و دوشیزه محترمه مکرمه معظمه نوشین خانم، به دایی وکالت میدهید که شما را به عقد نکاح دائمی آقایان حسین و حسن بارفروشان فرد اعلی در بیاورم. بالاخره جواب این بنده حقیر را میدهید؟ پس چرا خبر مرگتون نمیگین؟ بله پدر، حالم بده، حالم بده، قلبم گرفته. این بازی ها چیه در آوردین؟ منو مسخره کردین؟ یالله برین قنداق بیارین. اگه مردین و موندین باید امروز بله بگین. عجب گرفتاری شدم ها. دوشیزه محترمه مکرمه معظمه نسرین خان. آه مکرمه معظمه معلمه رو ولش کن، لفتش داده، خلاصش کن. بسیار خوب قربان. دوشیزه محترمه نسرین خانم و دوشیزه محترمه نوشین خانم، به دایی وکالت میدهید که شما را به عقد نکاح دائمی آقایان حسن و حسین بارفروشان فرد اعلی در بیاورم. تکرار کن آقا، تکرار کن. چشم آقا، تکرار میکنم. دوشیزه محترمه نسرین خانم و دوشیزه محترمه نوشین خانم، به دایی وکالت میدهید که شما را به عقد نکاح دائمی حسن و حسین بارفروشان فرد اعلی در بیاورم. چی شد؟ ایوای لخت زب کنم موتورش گیره پاچ کرده، باید ببرمش گاراژ. باز بهشان میبرمش گاراژ. منصور خان، منصور خان، منصور خان، آقا رضا، بچه آقا رضا جان موتوری، رضا جان موتوری، ما میخواییم بریم جلسه احبت پیاده شو. ما رفتیم، ما رفتیم، قربونه شم باشین تو بیدیم. آره در میکردیم یه حرف آدم وقت همون. خون سه باره بخون، صد باره بخون. چه کار کنم آقا، میبینید که بله رو نمیگوین. این بار اگه بله نگن اسمم از روشون ور میدارم. همین الان از در خونه بیرونشون میکنم. شروع کن آقا. دوشیزه محترمه مکرمه معصمه. آقا گفتم خلاصه بخون. دوشیزه نسرین خانم و دوشیزه نوشین خانم، به دایی وکالت میدهید که شما را به عقد نکاح دائمی حسن و حسین بارفروشان فرد اعلی در بیاورم. وای که از دست شما ها دیوونه شدم. آقا خطبه رو بخون. برای چهلومین بار تکرار میکنم، دوشیزه نسرین خانم و دوشیزه نوشین خانم، آیا به دایی وکالت میدهید که شما را به عقد نکاح دائمی آقایان حسن و حسین بارفروشان فرد اعلی در بیاورم؟ نسرین تو میگی چیکار کنیم؟ بگیم بله. نمیدونم، چاره ای نیست. سعی خود سب کن. بازم سیخه رو بخون آقا، تکرار کن. برای چهل و یکمین بار تکرار میکنم، دوشیزه نسرین خانم و دوشیزه نوشین خانم، آیا به دایی وکالت میدهید که شما را به عقد نکاح دائمی آقایان حسن و حسین بارفروشان فرد اعلی در بیاورم؟ دیگه فایده ای نداره، باید بله رو بگیم. اول تو بگو. نه تو اول بگو. برای آخرین دفعه تکرار میکنم، تصدقتان نوشین خانم و نسرین خانم، به دایی ستم دیده به کالت میدهید که شما را به عقد نکاح دائمی آقایان حسن و حسین بارفروشان فرد اعلی در بیاورم. پس با هم بگیم. بله رو میگید یا نه؟ مجبوریم دیگه بگیم. بله آره مجبوریم. شاده بچه ها بودو اینم، بودو اینم، بکید بله، بکید بله، بکید بله. نخیل، 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 چه نخیل، چه نخیل، تمرایی شدن، همه خدا. افاظای بچه، کی به شما اجازه داد وارده نخیل؟ یاله برین بیرون، برین از خونه من بیرون، افاظای شارلتا، برین بیرون، کنه بیرون. شما کوتاه بیام پدر زن جان رفقای من. نمیتونم چقدر خوشحالم. تشی بیاره عرض داشتم. با من شوخی داره. بیرونشون کنی، بیرونشون کنی. چه نرمشی بود. با نشتر ما چی رو بلش کنم. دفت کنم که من
بارا بارا خجالت بکش به جون شما لخت مادر جا شما اشته دارم فیلم لخت مادرزاد شما رو من دارم آقا مزخرف نکن باور کن تو این قوطی آبروتون رفته اگه نشون بدم بس میکین بله یه نقل از سلح دارید بار فروش هم آرخه بیاین تو بله قربان فیلم سکسی شما هم قاطی فیلم های دیگه بود الان نشونتون میدم اگه این مدرک به دست کسی بیفته دیگه وا ویلا کارت به بازپرسی و قانون و زندون میگه که قربان ببینی؟ چه افتضاحیه تو دوتا رو فقط بر نمیام شما منو به زانو در آوردین حاضرم دخترامو بدم به دوتا رفیقات به شرط اینکه این فیلمو بدی به من چشم نوکر شما هم هستم در بس فیلم ها و این دستگاه در اختیار شماست فقط بریم با صدای بلند اعلان کن که حاضری دو دختراتو بدی به دو دو رفقای من چطوره؟ خب بریم بریم بارفروش بی بارفروش بریم شاهد دارم دست نگه دارید ببینید چی میگم من تصمیم خودم رو گرفتم من موافقت خودم رو رسماً به شما آقایان آقتا اعلام میکنم که همین الان خطبه عقد دخترام نسرین و نوشین رو به اسم این دو جوون امیر و نادر بخونید یلا خطبه رو بخونید کی؟ صیغه را برای اینها جاری کنم ابدا غلط میکنم ابدا این وجه همین الوجود اینا پدر بنده را در آوردند آقا من اگر شاهرگم را هم بزنن حاضر نیستم برای این زاده های شیادی صیغه عقد جاری بکنم بریم آقا بریم نمیخوام اگر مسخره کردید مرا آقا اصلا صیغه نمیخوام صیغه را جاری کنید آقا 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 شاگرد جون بزن شاگرد الفرار از این طرف هستی آخه ارواح خاک مادره باید آخه گوشاگه جان قلبم گرفت من دیگر از اینجا تکان نمیخورم آقا دین قربونتون برم الهی همین جا سیغه رو جاری کن من همین جا سیغه رو بخونیم الهی خفتون همین جا تو چی بخونم خیلی خوب میخوام به شرطی که پدر عروس خانم ها اجازه بدن اجازه دادم که دخترامو به عقد ازدواج اونا در بیارم اما خلاصه کن شیزه محترمه مکرمه معظمه نسرین خانم و دوشیزه محترمه مکرمه معظمه نوشین خانم آیا به دایی وکالت میدهید که شما را به عقد نکاح دائمی آقایان امیر و نادر در بیاورم؟ خدا دیدین بالاخره این دو تا رفیق ما به نوای رسیدن و سر ما بی کلا بیا اینم کلا ایوا سر برگه نادیا توی بالاخره تو کلا رو سر ما گذاشتی تو که پولدار نیستی مثل اونا ها
خب باشه قبول دارم قربان دارم یا اخی نزیم من بیزن نمونم.